جروم دیوید سالینجر تا پیش از مرگش در 27 ژانویه 2010 مشهورترین هنرمند گریزان از شهرت و مرموزترین نویسنده آمریکایی بود که برای 45 سال نوشته ای منتشر نکرده بود. ناتور دشت، کتابی که سالینجر رو یک شبه به اوج موفقیت رسوند، در سال 1951 منتشر شد و تاکنون بیش از 60 میلیون نسخه از اون در جهان به فروش رفته. این کتاب داستان هولدن کالفیلد، یک نوجوان دبیرستانی و درگیری‌های درونیش رو در نیویورک دهه 50 میلادی روایت میکنه. کتاب‌های دیگه سالینجر، فرانی و زویی، نه داستان، تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور یک پیشگفتار که بیشتر به اعضای خانواده خیالی به نام خانواده گلس میپردازند، هرگز به اندازه ناتور دشت مورد توجه قرار نگرفتند و آخرین داستانش شماره 16 هپورث 1924 هم که در سال 1965 در مجله معتبر نیویورکر منتشر شد چندان چنگی به دل نزد. از اون پس سالینجر هیچ نوشته‌ای منتشر نکرد و جز مصاحبه‌ای در سال 1974 از همه رسانه‌ها دوری کرد و هیچ کس رو به حریمش راه نداد و بیشتر به شهرتی که دوستش نداشت دامن زد و سرانجام هم در خلوت از دنیا رفت. امروز با مهمانم جناب بهمن شعله‌ور، روانپزشک، دکترای ادبیات انگلیسی، شاعر و نویسنده ایرانی مقیم فیلادلفیا درباره جی.دی. سالینجر، این نویسنده نامدار و مرموز آمریکایی که در ایران هم بسیار مورد توجه و علاقه است صحبت میکنم. جناب شعله‌ور خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون ایراد، خوشحالم. ممنونم که دعوتم رو پذیرفتین. اگر موافق باشین ابتدا یه ویدیوی کوتاه رو درباره زندگی سالینجر ببینیم و بعد بحثمون رو شروع کنیم. خواهش میکنم. دیوید سالینجر در سال 1919 در منهتن نیویورک به دنیا آمد. پدرش یک یهودی لهستانی الاصل و مادرش یک کاتولیک ایرلندی بود. تحصیلات موفقی نداشت و به ناچار از مدرسه‌ای به مدرسه دیگر می رفت. سرانجام هم به اروپا فرستاده شد تا حرفه پدری را که تجارت گوشت بود فرا بگیرد، ولی یک ماه پیش از اشغال اتریش توسط نازی‌ها به آمریکا برگشت. در کلاس داستان نویسی ویت برنت سردبیر مجله داستان شرکت کرد و نخستین داستانش درباره چند جوان بی هدف در این مجله چاپ شد. در 21 سالگی عاشق اونا اونیل، دختر 17 ساله یوجین اونیل، نمایشنامه نویس نامدار آمریکا شد، ولی اونا او را به خاطر چارلی چاپلین رها کرد. سالینجر به جنگ رفت، در پاریس ملاقاتی دلپذیر با ارنست همینگوی داشت، ولی بعد شاهد فجایع دلخراش جنگ شد که اثری عمیق بر او به جا گذاشتند و برای چند هفته در آسایشگاهی روانی بستری شد. در همه این سالها داستانهایش را برای مجله معتبر نیویورکر می‌فرستاد که بارها و بارها رد شدند، تا سرانجام در سال 1948 نیویورکر داستان مشهور یک روز خوش برای مزماهی را پذیرفت و چاپ کرد. در 1951 داستان ناتور دشت را منتشر کرد که با واکنش های متناقض منتقدان روبرو ولی با استقبال شدید خوانندگان مواجه شد و البته بحث های تند را میان والدین و مراکز آموزشی نیز برانگیخت. در همین سالها تحت تأثیر عرفان خاور دور قرار گرفت و پیرو جدی مکاتب بودایی شد. در 1961 فرانی و زویی را منتشر کرد. در 1963 تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور یک پیشگفتار را و آخرین اثر شماره 16 هپورث 1924 هم در سال 1965 در نیویورکر چاپ شد. از آن پس نه اثری منتشر کرد و نه جز یک بار اجازه داد رسانه‌ها از او عکس یا گزارشی منتشر کنند، ولی دائما از هر که می‌کوشید درباره زندگی او بنویسد، حتی دخترش شکایت کرد و خبر ساخت. سالینجر 3 بار ازدواج کرد، 2 فرزند داشت و تا انتهای عمر شیفته دختران بسیار جوان زیبارو باقی ماند و در 27 ژانویه 2010 در 91 سالگی چشم از جهان فرو بست و انبانی از رمز و راز و به گفته 15 کتاب چاپ نشده از خود باقی گذاشت. جناب شعله‌ور، میگن که زندگی نویسنده ها رو میشه از راه نوشته هاشون ردیابی کرد، البته نه خیلی مستقیم و نه به سادگی،
به هر حال اگه قرار بر پیدا کردن رابطه‌ای بین دنیای آثار سلینجر و زندگی واقعیش باشه، چه کسی بهتر از شما که هم در ادبیات و هم در روانپزشکی استادید. شخصیت‌های سلینجر همه به نحوی دچار بحران هویتن. ناگهان تغییر میکنن و وانمود میکنن چیزی هن که نیستن. رد این خصایص رو در شخصیت‌های آثار سلینجر در زندگی خود سلینجر چطور پیدا میکنید؟ تطابق اینها در مورد سلینجر خیلی راحت‌تر از نویسنده‌های دیگه هست. در آثار نویسنده‌های دیگه، چون نویسنده مقدار زیادی تجربیات زندگیش رو به اصطلاح دگرگون میکنه یا عوض میکنه، بهتر میکنه، هضم میکنه، این همیشه نمیشه این رابطه رو به طور مستقیم گفت که این قسمت از زندگیش بازگوی این قسمت از داستانه یا بالعکس. در مورد سلینجر به راحتی میشه این چیزا رو گفت. سلینجر از بچگی اگه زندگیش رو دنبال کنه همیشه دچار یه دونه گرفتاری هویت بوده، یک جور پراکندگی هویت. پدر و مادرش که ذکر شد، پدرش دونه یهودی بود که در تمام عمرش تقریبا خواست فرار بکنه از یهودی بودنش، یعنی میخواست در جامعه واسپ وایت امریکن انگلوس وایت انگلوس اکسون پروتستان آمریکا انقدر موفق باشه که اصلا تقریبا فراموش کنن که یهودیه، با وجود که پدر خودش یه دونه ربای بود و ربایی بود که در دوره رابینیتش رفت و دانشگاه طب شبها سالها طول کشید تا طبیب شد. ولی موقعی که این دو تا با هم ازدواج کردن، مادرش که کاتولیک بود، خیلی جالب بود که مادرش تقریبا خودش رو یهودی کرد برای اینکه قابل قبول بشه برای پدرش، اسمش رو از مری عوض کرد به میریام. جالب اینجاست که تا روزی که سلینجر بار میتسواش رو داشت نمیدونست که مادرش در اصل یهودی نبوده و کاتولیک بوده و در تمام خانوادهشون هم اینجور مرموزیت در مورد هویتشون و هویت مذهبیشون همیشه بوده. از بچگی شروع کردن در خانواده خیلی فقیری بودن، در محله خیلی فقیرنشین منهتن و نیویورک، و پدرش که تجارت میکرد در چیزهای کوشر، در پنیر کوشر و گوشت کوشر، مرتب مقام به اصطلاح اجتماعیش از نظر پولی بهتر شد تا جایی که آخرین مثلا محلشون در پارک اونیو بود، در به قول معروف میگن گرونترین نقطه دنیا. و سلینجر رو از اواسط تقریبا مدرسه متوسطه گذاشتن در این مدارس واسپ خیلی پولدار که تمام مدت با بچه های واسپ خیلی پولدار زندگی میکرد و تمام هم و غمش این بود که خودش رو هویتش رو به اون صورت حفظ بکنه یا بقبولونه. از اسمش رو مثلا اسمش که اول جروم بود، نیکنیمش رو بهش میگفتن سانی در خونه بهش، بعد سانی تبدیل شد به جری در مثلا در مدرسه مدرسه نظامی که بود اسمش به صورت جری بود. و در چیز هم در تمام داستانهاش هم این اولا که داستانهاش تقریبا مثل این که شخصیت خودش رو قسمت کرده بین آدمای مختلف و تقریبا هر کدوم از کاراکترهایی که در خانواده گلاس ظاهر میشه در حقیقت بخواد یه قسمت از یا هویت خیالی اینو یا هویت ایدئال خودش یا هویت رو که بخواد مخفی کنه داره به این صورت ظاهر میکنه. و در جالبه که در موقع جنگ هم رفت، کسایی که به جنگ رفتن و در اون سالهای و این واقعا در جبهه جنگ بود، در خود جبهه جنگ بود، در باتل آف بالت شرکت کرد، در موقعی که در یکی از چیزهای یکی از کانسنتریشن کمپ ها رو موقعی باز کردن اینجا بود. ولی وقتی شما در داستانش نگاه میکنید ببینید که این آدم هیچ جور باستابی از این تجربه عمیق جنگی و این تجربه تراژیک جنگی با خودش نیاورده یا هضم نکرده.